رسوایی تقلب فوکس واگن در مورد تولید گاز انیردید کربونیک تنها قطره ای از اقیانوس است. گزارش ها حاکی از آن است که تقریبا کلیه کارخانجات اتومبیل سازی در اروپا در ارائه بیلان کارکردشان تقلب کردند. از آن گذشته کارخانجات اتومبیل سازی با سوء استفاده از نتایج آزمایشگاهی تولید گاز انیردید کربونیک که با راندن در جاده ها متفاوت است، در این زمینه هم تا 50% تقلب می کنند. می دانیم که کارخانجات اتومبیل سازی به اشکال مختلف در آزمایشات تقلب می کنند. این آزمایش ها باید توسط سازمان های بیطرف انجام شود، زیرا در حال حاضر آزمایش ها در لابراتوارهای خود کارخانه ها و توسط افرادی انجام می شود که حقوقشان را کارخانجات اتومبیل سازی می پردازند. حتی ناظرین بر آنها کارمندان این کارخانه ها هستند. تمام مدل‌های جدید دیزل می‌بایست از اول سپتامبر با مقررات اتحادیه اروپا مطابقت می‌کردند، اما تنها 1/10 آنها در چارچوب محدودیت‌هایش عمل کرده است. یک نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزها می‌گوید: کمیسیون اروپا می‌دانست که تولید گازهای سمی از اتومبیل‌ها به مراتب بیش از حد مجاز است. کمیسیون می‌توانست اقدامات بسیاری برای مجبور کردن کارخانجات به رعایت مقررات انجام دهد. در حال حاضر کمیسیون خود را پشت مقامات کشورهای اتحادیه اروپا پنهان کرده است. تقلب در آزمایش‌ها برای راننده حد متوسط سالیانه حدود 450 یورو خرج برمی‌دارد. پارلمان اروپا برای حراست و سلامتی مصرف کننده خواهان اعمال مقررات بیشتری شده است.